سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. شمار قابل توجهی از کسانی که قصد داشتند در مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه شرکت کنند با حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف مواجه شدند. در یک مورد تصاویری که از مزار پویا بختیاری در بهشت سکینه کرج به دست بی بی سی رسیده نشان از حضور گسترده نیروهای امنیتی دارد و کشاکش آنها با شماری از حضار که آنان را به زور با خود میبرند. مادر بزرگ پویا بختیاری در ویدیویی به ما گفت که اغلب فرزندانش بازداشتند و اجازه برگزاری مراسم هم داده نشده. همه آنچه امروز اتفاق افتاد را اول در گزارشی از همکارم ریحان مظاهری ببینید. تصاویری از اطراف بهشت سکینه امروز 5 دی ماه، فضای امنیتی با حضور پرتعداد نیروهای یگانه ویژه. پویا بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه امسال در قطعه 26 قبرستان بهشت سکینه در اطراف کرج به خاک سپرده شده. پدر و مادر او که از چند روز پیش در بازداشت نیروهای امنیتی هستند، از مردم خواسته بودند برای 40 پسرشان و دیگر کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه امسال در این محل تجمع کنند. اما تصاویری که از برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری به دست ما رسیده، از حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم امروز حکایت دارد. این هم صحبت‌های مادر بزرگ پویا از آنچه امروز بر او و شرکت کنندگان در مراسم 40 نوه‌اش گذشت. امروز 5 دی روز شماری می‌کردم مزار نوه‌ام، برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه‌امو گرفتن، اکثراً هیچکی نبود. تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچکی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثراً زدن کردن تو ماشین بردن، خیلی مردم اذیت کردن. گفتم که تا کی واسی؟ گفتن که فردا آزاده. خواهش میکنم بچه های منو از زندان مرخصشون کنم. امروز 5 دی ماه 98 اعتراض شهریار. بر اساس تصاویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده، اعتراض‌ها تنها به تهران و شهرهای اطراف آن محدود نبوده و در شهرهای تبریز، سنندج، کرمانشاه و اصفهان هم فضای امنیتی برپا بوده. امروز در اصفهان هم مراسمی به مناسبت 40 روز آرشام ابراهیمی، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران، برگزار شد. اگرچه گفته شده نیروهای امنیتی به طور گسترده در بین شرکت کنندگان حضور داشتند. همزمان گروه‌های مختلف مدنی با انتشار بیانیه‌هایی با حاضران در تجمعات 5 دی در سراسر ایران اعلام همبستگی کردند. از جمله بیانیه گروهی از فرزندان قربانیان خشونت‌های حکومت ایران در دهه‌های گذشته که رویا و لادن برومند، پرستو فروهر و آزاده پورزند از امضا کنندگانش هستند. کارگران نیشکر هفت تپه هم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از برگزاری مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، 5 دی ماه را یکی از مهمترین روزهای تاریخ ایران نامیدند که نشانه‌ای از زنده بودن اعتراض‌ها با وجود ارعاب و سرکوب گسترده معترضان از سوی حکومت است. تلاش برای برگزاری مراسم 40 معترضانی که کشته شدند در حالی است که حضور گسترده نیروهای امنیتی تا حد زیادی مانع از برپایی تجمعات خیابانی شد. اما همین حضور نشان داد که سرکوب گسترده نه تنها مانع آنها نشده، بلکه حالا معترضان از هر فرصتی برای بیان اعتراضشان استفاده می کنند. گزارش ریحانه مظاهری رو دیدید. پرستو فروهر، فعال مدنی و فرزند داریوش فروهر و پرونده اسکندری، از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای که به تازگی نامه حمایت فرزندان داغدار از مادران و پدران داغدار آبان 98 رو امضا کرده، از آلمان با ماست. خوش آمدید به این برنامه خانم فروهر.
من اول میخوام تجربه شخصی شما رو بپرسم. شما 20 سال هست که هر سال میرید برای برگزاری مراسم به والدینتون و بهتون اجازه نمیدن. چطور اجازه نمیدن؟ شما چه میکنید؟ ببینید متاسفانه اون چه که پالا من صداش رو شنیدم یادآور تمام تجربه های تلخیه که من و بسیاری مانند من بازماندگان کسانی که قربانی جنایت‌های سیاسی در ایران شدند سال‌هاست تجربه می‌کنند. اینکه ما حق یادآوری، حق بزرگ داشت و حق دادخواهی عزیزانمون رو علی‌رغم پافشاری‌هامون نداشتیم. شما خودتون گفتید در طول 20 سال گذشته بارها و بارها مراسم ممنوع شده، بارها و بارها به کسانی که خواستن شرکت بکنند حمله شده، بازداشت شدند و به هر صورت این یک روالیه که در مملکت ما متاسفانه تاریخ داره و من فقط میتونم احساس عمیق همدردی و همبستگی خودم رو با تمام کسانی که عزیزانشون رو حالا در این کشتار وحشتناک از دست دادن و حق سوگواری رو حتی ازشون دریغ میکنند اعلام بکنم و اون چه که خودم کردم در طی این سالها این بوده که در مقابل این زورگویی ایستادگی بکنم. این کار نیست که آدم بتونه به تنهایی بکنه، جمعی است. همیشه کسانی که برای شرکت در مراسم بزرگ داشته پدر و مادر من می آمدند، بازداشت می شدند، سرکوب می شدند، احضار می شدند، مورد توهین قرار می گرفتند، اونها بودند که این شعله رو در طی سالها به همراه من تونستند که زنده نگه دارند. و حالا من فکر می کنم وظیفه ماست که همبستگی خودمون رو به هر شکل که می تونیم با این خانواده های داغدار اعلام بکنیم و نشون بدیم. خانم فروهر، چی به شما میگن وقتی شما میرید اونجا و میخواین مراسم رو برگزار بکنید؟ چی میگن؟ چطور جلوی برگزاری مراسم رو میگیرند؟ ببینید اون چه که همیشه میگفتن اینه که مخل امنیت ملیه، مخل آسایش در بقیه شهروندانه، مورد سوء استفاده دشمنان قرار میگیره. تمام حرف‌های تکراری و بی‌معنایی که سال‌هاست می‌زنن، خودشون هم در واقع می‌دونن که قضیه این نیست. قضیه اینه که حق آزادی و یادآوری و دادخواهی ما رو به رسمیت نمی‌شناسن و برای این توجیهاتی می‌تراشن. خانم فروهر، در طول اعتراضات آبان ماه شما در ایران بودید، رفته بودید برای اینکه بتونید مراسم پدر و مادرتون رو برگزار بکنید. کمی از حال و هوا و جو اون دوره اعتراضی در ایران به ما بگید. بسیاری میگن که این دوره با دوره‌های پیشین متفاوت بود. آیا شما هم تفاوتی احساس می‌کردید؟ ببینید من درست همون روزی وارد تهران شدم که قیمت بنزین یک شبه بالا رفته بود و از پرگاش اعتراضات شروع شد. منتها در سطح شهر تهران در واقع اون چیزی که من متوجه شدم این بود که راه‌ها به صورت کامل بسته شده بود. هنوز خبر از اون سرکوب وحشیانه پخش نشده بود و بعد هم با قطع اینترنت در واقع جلوی پخش خبرها رو به صورت واقعی گرفتن و اون که میشد از خبرها شنید خبرهایی بود که دهان به دهان پخش میشد. دکتری که از بیمارستانی خبر میداد که زخمی هایی داشتن، از جنازه هایی که شلیک های مستقیم به سرها خبر داده میشد. و بعد یک صحنه ای که خودم شاهدش بودم و برای من حقیقتا به یه نوعی بیانگر وضعیت شد، روز یک شنبه غروب رفته بودم به چهارراه ولیعصر. قبل از چهارراه که از تاکسی پیاده شدم، دور تا دور این چهارراه رو نیروهای ضد شورش شونه به شونه کاملا مسلح ایستاده بودند. صدها نیرو ایستاده بود
و توی پیاده رو که رفتم حضور نیروهای لباس شخصی کاملا واضح بود، یعنی یه جوری حالت اشغال شدگی داشت اون فضا. در کنار اون ولی زندگی عادی رو مردم سعی میکردن حفظ کنند. دست فروش ها همچنان بساط هاشون به پا بود، مغازه ها باز بودند، مردم به یه شکلی توی خود فرو رفته ولی همچنان سعی میکردند این روزمرگی رو به جلو ببرند. این مماس شدن شرایط اضطراری و روزمرگی واقعا شرایطیه که بسیار ملموس میکنه شرایط جامعه رو، و هر بار که منتظر بودن تا با اولین ندای اعتراض، اولین حرکت اعتراضی، این بدنه سرکوبی که اون فضا رو گرفته بود شروع به عمل بکنه. و این تعلیقی که در فضا وجود داشت دقیقا برای من یه نوعی بازگو کننده اون شرایطی است که مردم رو حق اعتراضشون رو ازشون گرفتن و اونجایی که شروع میکنن دهان باز میکنن به اعتراض، به شکل وحشیانه‌ای باهاشون برخورد میشه. ممنونم خانم فروهر. پرستو فروهر، فعال مدنی از آلمان با ما. متشکرم که با ما صحبت کردید. اما سه مهمان دیگر داریم که الان با ما مرتبط شدن. سعید مدنی، جامعه شناس از فعالان ملی مذهبی از تهران با ماست. آقای مدنی در بیانیه‌ای به همراه شماری دیگری از فعالان سیاسی خواستار عذرخواهی حکومت از معترضان و خانواده جانباختگان و آغاز گفتگوی ملی برای خروج از بحران شده بودند. همچنین ملیح محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست، به همراه مجتبی واحدی، تحلیلگر دیگر سیاسی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه نفر شما. آقای مدنی، از شما شروع میکنم. شما در تهران هستید، در دل ماجراها. اول به ما بگید با این صحبتی که شد، خانم فروهر هم بهش اشاره کردن، این در واقع ناامیدی که به نظر میرسه که در جامعه به وجود اومده، نگرانی از این که امکان هیچ تغییری به این سادگی ها نیست، آیا شما هم با این مواجه میشید؟ آیا به عنوان یک جامعه شناس این رو میبینید در جامعه امروز ایران؟ اجازه بدید که در ابتدا عرض تسلیت بگم خدمت خانواده همه شهدا، از شهدای جنبش سبز در سال 88 تا محرومان معترض آبان 98. واقعیت اینه که وقتی از امید صحبت میکنیم، به ویژه در جامعه ایران، با دو نتیجه متفاوت و متعارض روبرو هستیم. از یک سو ناامیدی رو میبینیم به این معنی که ناامیدی وجود داره نسبت به اصلاح امور توسط ساختاره موجود، ساختار مستقر، نظام موجود. ولی در این حال یک سویه امید هم در جامعه ایران وجود داره، و اون این که بتونه که اعتراضات جامعه مدنی، واکنش‌های اون نسبت به خطاهای نظام و ساختار موجود، این که بتونه به نتیجه و سرانجام مطلوبی برسه. بنابراین هر دو سوی این دو وجه رو ما در روحیه و واکنش مردم میبینیم. آیه واحدی، به نظر شما در رفتار حکومت چه میبینیم؟ آیا به نظر شما تغییر عمده در رفتار حکومت ایران در اعتراضات آبان نسبت به اعتراضات پیشین میبینیم؟ میدونم که شمار کشته ها بالاست و بسیاری معتقدند که این بار با دفعه گذشته فرق عمده داره، اما به غیر از این آیا چیز دیگری میشه دید؟ سلام به بینندگان برنامه، مهمانان من و شما. من چیزی که از دی ماه 96 تا آبان 98 و در ماه‌ها و ماه‌های آینده می‌بینم اینه که حکومت به حدی از رسوایی رسیده که دیگه از هیچ چی نمی‌ترسه. یعنی یکی از چیزایی که برای حکومت مهمه اعتبار داخلی و خارجی. به گمان من حکومت از هر دو ناامید شده. یعنی در کنار اینکه آیا مردم امید دارن یا نه، حکومت ظاهراً دیگه امیدی به بقای خودش نداره و تنها راه رو فقط به بقا می‌اندیشه و برای این بقا حاضر تن به هر رسوایی و به هر جنایت متاسفانه بده. به فساد مالی که تن دادن و دیدیم چه کردن، فساد سیاسی که دیدیم از نظر انتخابات چه کردن،
الان دیگه دارن به جنایت هم تنگ، چون تنها راه رو به نظر میرسه، به نظر من حکومت به این نتیجه رسیده که فقط با ارعاب و افزایش جنایت میتونه خودش رو حفظ بکنه و این تغییر عمده یک در رفتار حکومت بده. ببینید آقای واحدی، بسیاری هستن که میگن که حکومت جمهوری اسلامی در دهه 60 هم آدم کشته، در 88 هم آدم کشته، بنابراین اینطور نیست که بگید که تازه رفتارش در این زمینه تغییر کرده. داشتم همین رو توضیح میدادم، من خواستم همین رو بگم که از ابتدا بوده، منتها دو تا فرق عمده کرده. یکی اینکه در دهه 60 و اعدام های 67 یه شخصی به نام روح الله خمینی وجود داشت که یک کاریزمای خاصی داشت و میتونست کارهای خودش رو نه تنها توجیه کنه بلکه تقدیس بکنه. به لحاظ جایگاه مذهبی در جایی قرار داشت که وقتی میگفت که اینا محذور و دم هستن، محارب هستن، بسیار از مردم میپذیرفتن. خود نظام هم به لحاظ محبوبیت عمومی خیلی بعدش بهتر از الان بود، لذا نیازی نبود که دست به هر رسوایی بزنه. در دهه 60 کسانی رو اعدام کردن که به قول خودشون برانداز بودن. امروز کسی که میره به خاطر بنزین اعتراض میکنه، میزنن میکشن. فرق اینه، یعنی حکومتی که میرسه به اوج رسوایی و اوج ناامیدی از بقای خودش، تفاوتش اینه. در دهه 60 هم بله آدم کشن. آقای خمینی از سال 58 شروع کرد، آقای شریعت مداری رو برد تو حسب بده، اینکه رقیب خودش احساس میکرد. الان رقیب جمهوری اسلامی شده مادربزرگ پویا بختیاری، خیلی متفاوته. من احترام ایشون شخصی قانونی محترمی هستن، میخوام بگم به لحاظ قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی اگر یه روزی جمهوری اسلامی افتخار خودش این بود که با آمریکا میجنگه، با آقای شریعت مداری میجنگه، با آقای منتظری میجنگه، امروز حد برخورد جمهوری اسلامی که بره در میزارهای معاشر یک کارگر معترض بود. این تفاوت عمده امروز از دهه 60. خانم محمدی، تحلیل شما از اون چه که امروزها در ایران اتفاق میفته چی؟ بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی دیگه به اون وجهه‌ای که برای خودش قائل بود به عنوان انقلاب مستضعفان، حکومت مستضعفان، توجهی نداره و بیشتر دنبال حفظ این نظام هست. حالا به همونطور که آقای واحدی هم اشاره کردن، بعضی میگن به هر قیمتی. من فکر میکنم که حکومت ها همشون از استبدادی تا دموکراتیک اولین مسئلهشون حتما حفظ خودشون و نظام هست. مهم اینه که در راه حفظ این چقدر حقوق مردم رو حاضرن قربانی کنن یا نه. در مورد جمهوری اسلامی همطور اشاره که شما کردید به نظر من دقیقه و میشه رو اون توقف کرد. شما اگر نگاه کنید به تظاهرات سال 71 که از مشهد و کوی طلاب شروع شد، برای ما بسیار عجیب بود اون زمان که ماده 100 نیکبه شهردار تهران به خاطر ماده 100 اجراش با که در خاک سفید تهران بود، خونه ها رو خراب کرد و همون دلیل اعدام شد بعد از انقلاب. همین اتفاق در کوی طلاب مشهد افتاد و مشهد تبدیل به شهر جنگ زده شد و بعد هم بسیاری اعدام شدند و ما در حیرت بودیم که چگونه حکومتی که دو روز از انقلاب گذشته و در دستورش چنین مسائلی هست میتونه به این دلیل. بعد از اون ما بحران های دیگه رو داشتیم، اسلام شهر رو داشتیم، لاهیجان رو داشتیم و اینها رو. اینکه حکومت هر از گاهی که لازم ببینه میتونه دست به این کار بزنه یه پدیده اثبات شده ایه. اما اون چی که در ایران امروز میگذره، ما باید توجه داشته باشیم که دو تا مبارزه بسیار مهم هم عرض هم داره پیش میره. مبارزه با فقر، مبارزه با استبداد. ما هر چقدر بگیم که فقر و استبداد هم خانواده هستن، اگر دموکراسی باشه با فقر بهتر میشه مبارزه کرد، اما اینا تا اثبات نشدن، تا به دست نیومدن، دوتا مقوله هستن و هر کدوم از اینها جبهه خودشون را دارن. 88 تشکیل میشه به اون طریق، اونجا هم حکومت سرکوب میکنه، اما رابطه حکومت با این جمعی که نمیخواد گریزان از خشونت رابطه دیگریه. رابطه‌ای که حکومت‌ها با مردمی دارن که به خاطر اقتصاد، به خاطر فقر میره، همیشه اوریان‌تره، لخت‌تره. باید ببینیم که چگونه میشه این دو رابطه همپوشی، این دو مبارزه همپوشی پیدا کنن تو جامعه ما و از راه مناسبی که به سمت حل هر دو باشه حرکت کنن. خانم محمدی، من میخوام یه سوال نسبتا خصوصی از شما بکنم. با توجه به اینکه شما از خویشاوندان یکی از کشته شده های 88 هستید، سهراب عرابی برادرزاده شما بود، ممکنه به ما بگید که آیا فرقی میبینید در اون چی که در 88 اتفاق افتاد برای در واقع برگزاری مراسم، اون چی که الان اتفاق افتاد امروز شاهدش بودید؟ ببینید، در 88 سهراب اولین کشته بود که به هر حال مستقیما، البته روز 25 گم شد و یک ماه بعد که پیدا شد،
جامعه متوجه شد که یک کسی که رفته دنبال رأیش، چون ندا هم به شهادت رسید، جزء رأی دهندگان نبود، در خیابان بود، اما سهراب دنبال رأیش رفته بود. آدمی که اومده بود دنبال رأیش، دقیقاً طبیعی ترین گام های دموکراسی بی خطر ترین برداشته بود، کشته شد. خب این روش، این اتفاقی که در 88 افتاد، به نظر من برای اولین بار بود که داشت می افتاد. همه تظاهرات هایی، اون چه که منجر به خشونت شد سال 67 رو بخشش آقای واحدی اشاره کردن، با به اصطلاح حکومت با دشمنان خودش، به معنای با مفهومی که خودش میگه، کسانی که به هر حال دشمن رقیب سیاسی خودش میدونست روبرو شده بود. اما در 88 سهراب و امثال سهراب اومده بودن تا در انتخابات پر از نقص و نارسایی که رژیم میذاره شرکت بکنن. به این معنا اولین بار بود و پیگیری این مسئله، اون چی که در شباهتی که من در مسئله سهراب میبینم و بعد در قتلهایی که باز هم به دموکراسی ارتباط داشت، قتل فروهرها، رفتاری که پروین فهیمی کرد مادر سهراب خیلی شبیه رفتار پرستو بود. یعنی هرگز کوتاه نیامد، هیچ وقت مردم رو دعوت نکرد که حتما بیان تو خیابون، یا خودش همه جا بود ولی هرگز مردم رو دعوت نکرد، ولی مثل پرستو دست بر نداشته تا به امروز. نهایت این که گفته من فقط از دیه بچم، از مجازات قاتلین بچم میگذرم، در صورتی که زندانیان سیاسی آزاد بشن. این تفاوت وجود داره. بخش مردمی که اومده بودن، درسته که پویا مادرش به درستی گفت که جز طبقه محروم نبوده، اما مضمون این تظاهراتی که انجام شد مبارزه با فقر بود، برای مشکلات اقتصادی بود. اینه که میبینیم نشانه هاش، تبعاتش، بروزش متفاوته با اون که در 88 اتفاق افتاد. و پرستو که الان اینجا بود توضیحاتی میداد، این هم جالبه که رفتار پرستو و رفتار مادر سهراب از یک جنس بوده و همینطور هست. آقای مدنی، آقای شما با این تحلیل موافق هستین؟ و این که شما خواستار این شدید که یک گفتگوی ملی آغاز بشه، برای چی هست؟ شما فکر میکنید آیا حکومت حاضر هست که به یک گفتگوی ملی تن در بده در برای حل این مشکلات و معضلاتی که الان هست؟ آیا اصلا گفتگو لازمه یا حکومت باید اول مسئولیت‌هایی رو بپذیره و یک کارهایی رو حکومت باید آغاز بکنه؟ ببینید، اون چه که در واقع رخ داده و ما شاهد اون هستیم، این که تقریبا در طول این دهه اخیر، یعنی از 88 تا 98، برخوردهایی که صورت گرفته مبتنی بر یک استراتژی بوده و اون اساسش سرکوب بوده. منطقه حاکم تفاوتی نکرده و البته برخی تغییرات جزئی رو میبینیم. به عنوان مثال شهدای خانواده های شهدای 88 و 96 هیچ وقت مورد دلجویی قرار نگرفتن، ولی در مورد به اصطلاح معترضین آبان ماه لااقل به ظاهر مدعی شدن که میخوان دلجویی کنند و اون برخی از اونها رو شهید خوندن، ولی در هر حال ماهیت برخورد تفاوتی نکرده و به نظر نمیرسه که چشماندازی از تجدید نظر وجود داشته باشه. شواهدی در این زمینه وجود نداره. اما در مقابل اتفاقی که افتاده، درسته که استراتژی نظام در برخورد با معترضین و مخالفان و منتقدین تغییر نکرده، اما در جامعه تحولات اساسی رخ داده. اساسا همین اتفاقی که در عرض این دیروز و امروز رخ داده توی ایران بسیار قابل تأمله. اگرچه نظام تونسته که از طریق حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در واقع تا حدودی وضعیت موجود رو کنترل بکنه و یک تعادل ناپایدار رو ادامه بده، اما خود این حضور گسترده نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی در شهرها قبل از اینکه حتی اعتراضی در میدان باشه نشون دهنده نکات مهمی هست. یکی از اونها اینه که اساساً انگار که نظام با حضور این حجم گسترده نیروهای نظامی امنیتی میپذیره که مخالفینی وجود دارند که میتونن وضعیت رو دگرگون کنن. نکته دوم اینه که گستردگی و تعداد زیاد نیروهای نظامی و امنیتی نشون میده که
انگار نظام پذیرفته که این مخالفین هم وزن قابل توجهی دارن و اساسا نمیشه مثل موارد قبلی با یک فراخوان از برخی هواداران خودش مسئله را حل کنه. بنابراین با سازوکارهای نظامی و سرکوب خیلی گسترده میاد. نکته سومی که در این رفتار دو سه روزه اخیر ما مشاهده میکنیم نشون میده که نظام دچار بحرانه و فاقد حامیان مردمیه که بتونن از اون بیان و وارد میدان بشن. در واقع میشه گفت یکی از تغییراتی که توی برخورد با اعتراضات 88, 96 و 98 صورت گرفته این که حضور نیروهای داوطلب که میتونستن توسط نظام بسیج بشن اساسا منتفی شده و فقط نیروهای منظم که از قبل آموزش دیدن. چرا فکر میکنید آقای مدنی اینطوره؟ آیا فکر میکنید دلیلش اینه که اون معترضان از جنس همون کسانی هستند که سابقا حکومت میتونست اونها رو بسیج بکنه در حمایت از خودش؟ به طور قطع تا حدی اینطوره و ولی در این حال نشون دهنده نوعی بحران مشروعیته. در واقع نارضایتی از وضعیت موجود آنچنان گسترده و وسیع شده که دیگه امکان بسیج نیروهای واقعا مردمی حامی نظام هم ممکن نیست. به عبارت دیگه در واقع به نظر میرسه که همونطور که نظرسنجی ها نشون میده میزان نارضایتی آنچنان گسترده شده ابعادش در ایران که نظام ناچاره که به همین نهادهای مستقر برای سرکوب و کنترل به اصطلاح اتکا بکنه. من باز میخوام اینجا یه مسئله دیگه رو بپرسم. آقای مدنی، راه پیمایی برگزار میکنه حکومت، تعداد قابل توجهی رو میاره توی خیابون، اونها رو چی میگید؟ ببینید در واقع این که هنوز نظام امکان بسیج نسبی داره میتونه نیروهاش رو سازماندهی کنه که یه اعتراضی رو به اصطلاح به ظاهر در خیابان‌ها راه اندازی کنه یا راه پیمایی رو تردیدی نیست. هنوز به این حد نرسیده که نتونه که سازماندهی در این حد بکنه. ولی این نیروهایی که واقعا وارد میدان میکنه باید دید که چه ترکیبی دارن و از چه گروه‌های اجتماعی هستن. توی همین 7-8 روز اخیر یعنی بعد از اعتراضات آبان مؤسسه ایسپا که وابسته به دولت هم هست، در واقع وابسته به جهاد دانشگاهی هست، نظرسنجی انجام داده. 85% مردمی که در واقع نظرسنجی هم در شهرهای بزرگ در کل کشور انجام شده، 85% پاسخ دهندگان معتقد بودند که اعتراضات حاصل نارضایتی از وضعیت اقتصادی، بیکاری و ناامیدیه و فقط 6% گفتند که عامل اصلی اعتراضات بنزین بوده. 54% همین پاسخ دهندگان گفتند که اعتراضات تمام نشدن و ادامه پیدا میکنن. 85% پاسخ دهنده گفتند که از وضعیت موجود کشور بسیار ناراضی هستند و 84% گفتند که ارزیابی منفی از آینده دارن. مجموعه اینها نشون میده که در واقع اون به اصطلاح تصویری که از وضعیت موجود برای نظام موجوده مبتنی بر نوعی بحرانه. ابعاد این بحران، بحران مشروعیت، ناکارآمدی، مشارکت و ابعاد بسیار وسیع دیگه ای داره که به همین دلیل هم او رو محدود میکنه در برخوردهای آینده. آقای واحدی، به نظر میرسه که بر اساس آماری هم که همین الان صحبتش شد، به نظر میسه بخش قابل توجهی از مردم در جامعه ناراضی هستن. به نظر اونها حکومت ناکارآمد هست، وضعیت اقتصادی خوب نیست، سایر مسائل وجود داره از جمله فساد، فشارهای اجتماعی، سایر فشارها. اما به نظر نمیاد که حکومت جمهوری اسلامی فکر کنه که باید تغییری در رویه های خودش بده. دست کم تا به الان چیزی که ما میبینیم، مثلا صحبت آقای خامنه ای این هستش که کشتار بده اما فتنه بدتره. با این حساب فکر نمیکنید این یک بنبسته؟ قطعا حکومت جمهوری اسلامی سالهاست به بنبست رسیده به لحاظ هر از لحاظ نه فقط از طرف حکومت، از طرف مردم هم. حالا عرض میکنم من از اونجا در قسمت مردم بس نیست، یک نوع بی تفاوتیه، من اسمش ناامیدی نمیذارم، فرق میذارم من بین ناامیدی و بی تفاوتی، اون رو توضیح خواهم داد.
اما اون چه مسلمه حکومت قطعا به بنبست رسیده، اگر به بنبست نرسیده بود، اگر به آینده خودش امید داشت، کاری نمیکرد که دیگه نه در داخل و نه در خارج نتونن سربلند کنن. اگر هم حالا آقای مدنی اشاره کردن که مثلا یه تفاوتی ایجاد شده در این دوره، بعضی از کشته شده ها رو شهید خوندن یا بعضی تغییرات دیگه، یا حتی مؤسسه ایسپا اومده نظرسنجی منتشر کرده، در همین هم دارن هم به خودشون دروغ میگن هم به مردم. ببینید اگر دقت بکنید تمام نظرسنجی ها اگه بزن کنار اظهار نظر بعد از اصولگرایان، دارن میگن که مشکل از رأی که مردم به حسن روحانی دادن، حسن روحانی که از نظر من حسن روحانی واقعا ننگ تاریخ جمهوری اسلامی، من تاکید کنم روشن کنم نمیخوام از روحانی دفاع کنم، اما اینکه فکر کنیم همه تقصیر روحانیه، نه خیر، این روحانی کاری که کرده جاه طلب بوده، نمیره تا بگه مشکل از کجاست، میخواد مقامش رو برای مقام اختیار خودش مقام بعدی. اما اون کسی که مشکل اصلیه الان مدعی شده، مشکل عمده ما اینه که اون کسی که مشکل ساز کشوره الان مدعیه، میخواد بگه دولت ناکارآمد بوده، مجلس ناکارآمد بوده، نه همش ناکارآمدن به دلیل اینکه شیوه انتخاب دولت و مجلس شیوهی که اجازه نمیده نیروهای کارآمد بیان کارو در دست بگیرن. اگر حتی یکی همین نهادهای ناکارآمد میخوان یه حرکتی از خودشون نشون بدن، در دولت احمدی نژاد مجلس میخواد بیاد موضوع 3000 میلیارد تومان رو بررسی کنه، آقای خامنه‌ای میگه کش ندهید، اینجا مجلس میخواد بیاد برای توقف اعتراضات قیمت بنزین رو برگردونه، آقای خامنه‌ای دخالت میکنه. آقای وارد اسمت من اینجا وارد بشم، یه بحثی هست، شما میفهمید که آقای خامنه‌ای مسئول هست و معمولا هم سعی میکنه بگه که بندازه گردن دیگران، اما در این مورد اخیر به نظر نمیاد که آقای خامنه‌ای اینطوری برخورد کرده باشه. اتفاقا در این دوره به نظر میاد که آقای خامنه‌ای پای قضیه وایساده و به نوعی داره از تمام عمل کرد، چه از گران کردن بنزین، چه از رفتار حکومت در پی گران شدن بنزین و اعتراضات داره دفاع میکنه. این دو تا موضوع جداست. یکی در افزایش قیمت بنزین حکومت چاره ای غیر از افزایش قیمت بنزین نداشت. ببینید خانم، منابع درآمدی دولت اینقدر محدود شده که هیچ راهی جز اینکه دست در جیب مردم بکنه نداشتن. آقای خامنه‌ای غیر از این اگر این کارو نمیکرد ممکن بود که اتفاقاتی بیفته. من بحثم اصلا بحث مواخوبی ندارم، بحث شکلی دارم. میگم مجلس اومده به هر دلیلی میخواد دخالت نمیذاره، یعنی حتی این نهادهایی که وجود دارن رو نمیذاره. آقای خامنه‌ای در موضوع بنزین دخالت کرد و حمایت کرد، اگر نمیکرد ممکن بود به خاطر درگیری داخل حکومت نشه، چاره غیر از این نداشتن. اما بعدش میبینید که دارن با تلاش میکنن همون حرفی که خودشون میدن فتنه دارن تبلیغ میکنن که آقا این دفعه بیاد افراد خوب رو بدید تو مجلس، حرفی که خودشون هم میدن. هر مجلس هر چی باشه، چه مجلس اصولگرای لاریجانی دوره قبل باشه، چه این دوره باشه که اینقدر اصلاح طلبو شدن، مشکل از ساختاری هست که اجازه نمیده حتی همین انتخابات نیم بند نقش خودش رو ایفا بکنه. من بازم تکرار می‌کنم، اگر شما میگید آقای خامنه‌ای وایساد پارت، اما آقای خامنه‌ای تو دو قسمت وایساد، یکی در مورد افزایش قیمت بنزین، یکی از کشتار، باید اون چاره نداره، یعنی نمیتونه بگه نیروی نظامی زیر نظر من نیست و باید از من حمایت کنه چون نیاز داره به کشتن بیشتر. ببین در مورد اتفاقات بعد، آقای خامنه‌ای چون میدونه با وضعیتی که در جامعه هست اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، باید نیروهاش حفظ کنه، همونطور که سعید مرتضوی رو به هر قیمتی حفظ کردن، درسته چند بار زندان، اما نه تنها از کشتارش و از جنایتش در تنزه دفاع کردن، بلکه حتی از سفارش از همه شما حمایت کردن، برای اینکه به همچین نیروهای نیاز دارن. اما یه نکته من اول اشاره کردم در مورد بی‌تفاوتی، ببینید من معتقدم که حکومت فکر می‌کرده اگر مردم رو نسبت به فرد مثلا از این حساسیت زدایی بکنه، نسبت به حد حساسیت زدایی بکنه، نسبت به زندانیان حساسیت زدایی بکنه، نسبت به فساد حساسیت زدایی بکنه، حکومت بیمه میشه. نه خیر، حکومت بیمه نمیشه. فردا در مقابل یک، من میگم ثبت بشه، در مقابل یک حمله خارجی هم مردم بی‌تفاوت خواهند بود، بسیارشون، نمیگم همشون. در مورد تلاش برای تجزیه ایران هم بسیار از مردم بی‌تفاوت خواهند بود. وقتی شما مردم رو بی‌تفاوت کردید، مردم گزینشی بی‌تفاوت نخواهند شد. آینده نشون خواهد داد. مردم در مورد جنایتی که اتفاق خواهد افتاد، بعضی از اقدامات خشنی هم که ممکنه بعضی بهش رو بیارن، ممکنه مردم بی‌تفاوت بشن، دفاع نکنن یا نرن از مردم دفاع بکنن. این رفتاری که حکومت در پیش گرفته فقط به سرنگونی حکومت منجر نخواهد شد. این حکومت هر یک روزی که ادامه پیدا کنه، علاوه بر اینکه جنایت میکنه، کشور رو به طرف تجزیه، کشور رو به طرف فروپاشی، اقتصاد رو به طرف نابودی میبره. خانم محمدین، تحلیل شما چیه از این ماجرای؟ شما موافقید با صحبت آقای واحدی؟ حالا شما اگر روی موضوع مشخصی در صحبت ایشون اشاره کنید فکر میکنم بهتر باشه، چون به نظرم برحال توی در مورد همین که این روند چنانچه ادامه پیدا بکنه، احتمالا خطرش فقط این نیست که حالا اونچه که میبینیم به هر حال الان وضعیت خیلی ناروشنی هست، تعداد زیادی کشته شدن، حکومت پاسخگو نیست، وضعیت معیشتی مردم خراب هست، ولی اونچه که خطری که آقای واحدی میبینن فراتر از این هاست. میگن ادامه این وضع ممکن هست که به فروپاشی کشور منجر بشه، ممکن هست که اتفاقات بدتری بیفته. ببینید
ببینید در مسائل سیاسی وقتی بحران هم وجود داره میشه تا بی نهایت امکانها رو برشمرد و همه یکی از یکی بدتر. منتها نگاهی که من به شرایط کنونی دارم زیاد ناامیدانه نیست. ناامیدی اولا وقتی پیدا میشه مقدمه به نظر من اندیشیدنه، همیشه همینطور بوده. بعد از رکود و خمود و به اصطلاح اختناق وحشتناکی که در بعد از اعدام‌های دهه 60 افتاد، جامعه ساکت بود و علی رغم اینکه فعالیت‌های دموکراتیک فرهنگی درش کاملا بسته بود، ایده اصلاحات از درون جامعه اومد، حاصل کار چند نفر اصلاح طلب که رفتن در حکومت نبود. بعد از اون ما در 88 واقعا اینجا جاش نیست که، یعنی زمان نیست که گفته بشه که چه بلوغی در مردم ایران در پیش بردن اون حرکت، در واقع بقیه حرکتی که از اصلاحات برخواسته بود و ارتقا پیدا کرده بود نسبت به جنبش اصلاحات انجام شد. این که ما همیشه اگر کاری درست باشه حتما ما موفق میشیم، این اصل تایید شده این نیست. میتونه که حرکتی که در منجر به جنبش سبز شد و اون چی که جنبش سبز بود، حرکتی بود که به نام ملت ایران ثبت شد و اینطور نبود که حکومت عقب ننشست. حکومت عقب نشست در اون چی که در 92 اتفاق افتاد، به اصطلاح یک مقدار باز گذاشت امکان انتخابات رو و حالا میشه به این مسئله و به اون مسئله نگاه کرد، گفت اینجا اینطوری شد اونطور، اما حکومت در واقع حساب کار خودش رو کرده بود، مستأصل شد از جنبش سکوتی که دنیا رو متحیر کرده بود. بله، الان چی؟ الان چی؟ با توجه به اونچه که الان روی زمین میبینیم، کشتار هست، نارضایتی عمومی هست از وضعیت معیشتی، ولی وضعیت سیاسی هم تعریفی نداره، وضعیت فرهنگی هم تعریفی نداره. بسیاری از افراد میگن که جمهوری اسلامی رسیده به نقطه‌ای که الان اون قشری که همواره حامیش بودن هم روبروش قرار گرفتن، قشری که اسمش حکومت مستضعفان بود الان با همونها مسئله پیدا کرده، بخش وسیعی از اونها رو از دست داده. ما این رو میبینیم. ولی شما به درستی اشاره میکنید، مثلا به تظاهراتی که میتونه با یک اعلان آدم‌ها رو به خیابون بیاره، این نیرو داره. ببینید مشکل این نیستش که چقدر هوادار جمهوری اسلامی هستن، در اقلیت کامل هستن. اون نیرویی که به خیابان میان همه اون نیرویی نیستن که الان خواهان برخورد سخت با جمهوری اسلامی نیستن. مسئله‌ای که پیش میاد اینه، ببینید بخش عظیمی از مردمی که در تظاهرات شرکت نکردن در آبان ماه مخالفان جمهوری اسلامی هستن و نارضایتی کامل دارن از اینجا، اما مردمی هستن که باقی مانده یک انقلاب بزرگ بهمنی هستن، انقلابی که بزرگترین انقلاب قرن، اینها میخوان از راه‌های دیگری جز راه‌هایی که دست رژیم رو در کشتار و سرکوب و بر سلطه اختناق باز میذاره جلو برن. و محمدی شاه جالب کردین، آیا فکر میکنید که این اشتباه گروه‌های سیاسی خارج از کشور هست که فکر میکنن که با در واقع تندتر شدن اوضاع، با مثلا تظاهراتی که ممکن است به خشونت بیانجامه، راهکار این باشه که مردم بیشتری بیان تو خیابون، در حالی که اونطور که شما میگید و تحلیل خیلی های دیگه هم هست، بسیاری از افراد جامعه با وقتی که فضا تند میشه برعکس برمیگردن تو خونه ها و نمیخوان در این وضعیتی که قابل پیش بینی چی هست مشارکت کنن، بچه هاشون رو بذارن به خیابون برن یا خودشون بیان. همیشه انسان این تو انسان قول نیست، به طور طبیعی آدم ها با خشونت میانه ای ندارن مگر اقلیتی به دلایلی که نمیتونن یه جامعه رو بسازن. بذارید نظر آقای مدنی رو هم بپرسیم. آقای مدنی، شما در ایران هستید، جامعه رو میبینید، جامعه شناس هم هستید، آیا فکر میکنید مردم الان در اون نقطه هستند که از حکومت میترسند و حاضر نیستند وارد یک همچین دعوایی بشن؟ بحثی که بسیاری مطرح میکنن مثلا در مورد آماری که توسط رویترز منتشر شد، بعضی این رو مطرح کردن که این یک آماری هست که خود جمهوری اسلامی به غلط در اختیار خبرگزاری ها میگذاره برای اینکه میخواد مردم رو بترسونه، بگه من آمادم برای کشتار در هر سطحی. و آیا فکر میکنید مردم و جامعه در ایران میترسند از این وضع؟ اجازه بدید که باز با اشاره به برخی آمار همین نظرسنجی ایسوا که گفتم، در واقع جامعه آماری اون، جمعیت آماری اون یک نمایندگی داره از کل
جامعه شهری ایران بگم که موقع که پرسیده شده که به نظر شما چه نوع مقابله ای خوبه که با معترضین صورت بگیره، فقط 4% دستور مقابله شدید رو مطرح کردن. یادتون باشه که نظرسنجی داره در ایران انجام میشه که حتی در واقع افراد خیلی محافظه‌کارانه پاسخ میدن، ولی 4% مقابله شدید رو تایید کردند و 62% توصیه به گفتگو با معترضان رو کردند. و جالب اینه که توی همین جمعیت 75% معتقد بودن که معترضان صاحب حق بودن برای اعتراض. من تصورم و ارزیابی کلیم از جامعه ایران اینه که در واقع جامعه مخصوصا بعد از این حوادث آبان داره پوست به پوست میشه، نو به نو میشه، ولی در این فرایند با توجه به خاطره تاریخی که داره از انقلاب 57 و آثار اون و همینطور ارزیابیایی که از مجموعه عملکرد اصلاح طلبا از سال 76 به این سو داره، در واقع در یک مسیر متفاوتی از انقلاب و اصلاح به مفهوم رفرمیسم حرکت میکنه. در واقع میدونه که انقلاب یه فرایند پرخشونته که ممکنه که آثار و عواقب اجتماعی بسیار گسترده داشته باشه، خاطره تاریخی خوبی هم از انقلاب 57 نداره، بنابراین سوگیریش به اون سمت نیست. در مجموع بلاز فرهنگ سیاسی هم به نظر میرسه آنچنان رشد کرده که خیلی طالب رفتارهای خشونت آمیز نیست. در همین وقایع آبان ماه در مقایسه با میزان خشونتی که نهادهای امنیتی و نظامی اعمال کردن، واکنش مردم کاملا کنترل شده بود و تا حد زیادی خویشتنداری کرده بودند. متوجهم. آقای مدنی، گفتید میدونه نمیخواد چی بشه، گفتید نمیخواد مثلا انقلاب رو، نمیخواد به اون شکل انقلاب رو نمیخواد. آیا میدونه چی میخواد؟ جامعه ایران الان به این بلوغ رسیده که بدونه چه میخواد؟ شاید با قاطعیت نشه به این سوال شما جواب داد، اما همونطور که گفتم پروژه انقلاب خیلی به نظر میرسه که حامی نداره. همونطور که پروژه اصلاحات به مفهوم رفرمیستی از سال 76 به این سو هم در واقع بعد از پایان دولت دوم آقای خاتمی افول خودش رو شروع کرد و امروز در نهایت افته و خیلی اصلاح طلب‌ها هم حتی روی اون مدار سابقشون نیستن. اشاره میکنم به همین بیانیه اخیر مهندس موسوی که در واقع در حالی که در 88 شعار اجرایی بدون تنازل قانون اساسی رو میداد، این بار همونطور که از متن بیانیهشون هم پیداست در واقع به نوعی اصلاح ساختار توجه کردن و به نظر نمیرسه که دیگه در چارچوب اون شعار قبلی فکر کنن که مسائل ایران حل میشه. بنابراین من هم خوشبینم نسبت به آینده ایران، هم از این جهت که به نظرم فرهنگ سیاسی جامعه ایران بسیار رشد یافته است و وارد حوزه‌های خشونت‌آمیز نمیشه، همونطور که نمیشه مسائلش رو هم و این بحران‌های متعدد نمیدونم تورم بالای 40%، شاخص فلاکت 43، نرخ بیکاری 44% و خیلی چیزهای دیگر رو با رویکردهای رفرمیستی حل کرد. بنابراین به نظر میرسه که مقدمات برای شروع یک گذار دموکراتیک در ایران شروع شد. آقای واحدی، نظر شما چیه؟ آیا شما هم خوشبین هستید که فضا آماده است برای یک گذار دموکراتیک؟ اصلا انسان به خوشبینی زنده است، اما وقتی هم که ادعای مطرح شده ما باید نشانه هاشو هم بگیم و ابزاری هم که در اختیار هست رو بگیم. دوستان میگن که مردم با انقلاب مخالفن، من هم موافقم، اما اینکه چقدر میشه رفتار مردم رو کنترل کرد؟ مردم حالا به صورت کلاسیک ممکن انقلاب نکنن. اینکه ما بگیم مردم وقتی خشونت رو زیاد میرن تو خونه میشینن، من الزاما اینو یک تصمیمی به مثلا حساب شده نمیبینم. شما اگر گلوله رو سر مردم خالی نکنید ببینید مردم میان تو خیابون یا نمیان. اینکه چون مردم از ترس گلوله رفتن تو خونه نشستن، از ترس اینکه چند هزار فرزندشون دستگیر بشه، همه مردم که در یک حد از شجاعت نیستن، همه که پویا بختیاری و برمادرش نیستن، ما چون مردم رفتن تو خونه بشه میگه بس مردم از هر نوع تحولی که موجود براندازی میشه متنفرن، من اینو قبول ندارم. هیچ دلیلی هم ندارم بگم مردم اکثرشون دنبال براندازی هستن، اما اون برش هم قابل اثبات نمیدونم. از اون برم کسانی که مرتبا به ماها میگن خب شما برای فردای براندازی که تصمیم دارید، ما که حالا برای فردای براندازی اصلا تصمیم داریم یا نداریم یا برنامه داریم یا نداریم، شما برای امروزی که ندارید نگاش میدارید 22 سال به مردم میگید اصلاحات تدریجی. من سوال میکنم از طرفداران اصلاحات تدریجی به لحاظ سیاسی، به لحاظ فساد اقتصادی، به لحاظ امید مردم، به لحاظ هر چیزی شما بخواید بگید،
امروز بهترین یا 22 سال پیش، امروز بهترین یا 12 سال پیش، امروز بهترین یا 2 سال پیش، امروز بهترین یا دیروز. کسانی که میگن اصلاح تدریجی و ترجیح میدن به انقلاب، اصلا من بحث ندارم، من نه طرفدار انقلاب و طرفدار اصلاحی کنم، اما اینکه فقط مرتبا کسانی که خواستار براندازی هستن محکوم میکنم، میگن شما برنامه دارید، خب شما که قدرت دستتونه، از قدرت دفاع میکنید، به من بفرمایید شما چه برنامه دارید. شما که میگم در هر شاخصی به من بگید که امروز ما نیم درجه از دیروز بهترین، یک هزارم درجه از دیروز بهترین، یا نشانه هایی وجود داره که حکومت میخواد فند بده به اصلاح. ببینید انتخابات سال 92 رو وقتی مطرح میکنیم، انتخابات سال 92 وقتی برمیگردیم به خبرهای سری که بعدا منتشر شد، مذاکرات محرمانه که شده بودن، راهی جز این نداشت. حکومت بایستی رئیس جمهور رو سر کار میآورد که بتونن مذاکرات اصلی رو پیش ببرن. اینکه ما اون رو اسمش انتخابات آزاد بذاریم یا تن دادن حکومت به رأی مردم، من قبول ندارم. اگر قرار بود حکومت به رأی مردم تن بده، وقتی آقای روحانی انتخاب شد به شعارهای آقای روحانی هم توجه میکرد حکومت. اگر حکومت واقعا دغدغش این بود که بدنامی سال 88 رو برطرف کنه و به این دلیل به انتخابات سال 92 تن داد، بایستی میذاشت حداقل 10% شعارهای روحانی عمل میشد. نه تنها همونهایی که خودشون توافق کرده بودن وقتی خرشون از کل گذشت، حتی مسئله برجام ها یه کاری کردن که من از بدعهدی آمریکا رو اصلا انکار نمیکنم. آقای ترامپ یه چیز ویژه، همه کاراش ویژه است، امور ایران هم شد. اما واقعا شما فکر کنید اگر اوباما بود، جمهوری اسلامی رفتارش در مورد برجام تخریبی نبود وقتی اون بیاد حکومت، مگه نکرده این کار؟ مگه هم قبل از ترامپ یه سری حرفای نزدن؟ مگه در مورد گوشه‌های اقتصادی وقتی می‌خواست دولت کار بکنه، می‌خواستن هواپیما بخرن؟ آقای خامنه‌ای میگه حالا خریدن هواپیما اولویته. تو هر کاری می‌خواست دولت انجام بده، یعنی من بگم اونایی که میگن انتخابات 92 تن دادن حکومت، تن دادن حکومت به نوع اصلاح تدریجی بود، بگن به لوازم اون انتخابات هم دولت اجازه من فکر کنم شما صحبتتون متوجه خانم محمدی است. خانم محمدی اگه میخواین پاسخ بدید به این که میگن که آقا اصلاحات تدریجی در این حکومت به بنبست رسیده و جواب نمیده. خانم قاضی‌زاده، وقتی که میگن که اصلاحات نتیجه داده یا نه، من بلافاصله همیشه میگم بله. و دوستانی که میپرسن که امروز با دیروز چه فرقی کرده با 10 سال 12 سال، به نظرم این سوال انحرافیه. با قبل از اصلاحات جامعه ایران با هم فرق کرده، مناسبات میان مردم و حکومت فرق کرده، آگاهی جمعی همواره در بالاترین حد مطالبه. چقدرش وامدار اصلاحاته، چقدرش به خاطر تکنولوژی، به خاطر تغییر زمان. آقای خاتمی وقتی اومدن یه مانیفستی رو ارائه کردن که شاید 60% رو نتونستن اجرا بکنن، شاید 20% رو اجرا کردن، اما دیگه این قول نمیتونست تو شیشه برگرده. هر کس اومد باید اون وعده ها رو به مردم میداد. شما یک دونه روزنامه سلام در ایران وجود داشت، امروز با هزاران نشریه مواجه هستین، با انجیو ها مواجه هستین. در سیاست حرکت خطی نیست، منحنیه، افت و خیز داره، گاه توقف داره. ولی اگر ایده اصلاحات در ایران، اصلاحات را با 8 سال در حکومت بودن، گفتن 22 سال و قدرت و اینا همه شوخیه. اصلاح طلبا وقتی از حکومت افتادن پایین در کنار مردم هستن، منتها راههایی که اونا پیشنهاد میکنن میرن مورد تایید همه نیست. حالا ظرفیت اونها یا دریافت و ادراک اونها همواره سیاست گام به گامه. نتونستن هنوز تو حکومت برگردن، ولی یک بار که در حکومت رفتن اقتصاد ایران به یک جور خودکفایی رسید. ایران برای اولین بار گندم صادر کرد. 50% تورم آقای هاشمی اومد به 11-12% رسید و در همه عرصه‌های موسیقی، هنر، ادبیات جامعه تغییر کرد که دیگه به نقطه قبل از اصلاحات برنگشت. اصلاحات کارش اصلاح کردن حکومت لزوما نیست، تغییر مناسبات، تغییر مطالبات و تغییر رابطه‌ای که بین حکومت و مردم هست. حکومت مجبور مردم رو جدی بگیره. اینکه دست به خشونت میزنه حکومت استبدادی به معنای این نیست که میتونه که اولا مردم رو خفه بکنه، مطمئنه که این کار میکنه، نه، بخشی از کارها همونطور که دوستان توضیح دادن از روی ترسه. و دیگه اینکه حرکت اصلاحی از نظر من، یعنی خودم که مدافع این حرکت شناخته شدم، به نظر من با وجود اینکه هنوز نتونسته به قدرت برگرده، تأثیراتی گذاشته که این تأثیرها قابل توجه و قابل پیگیریه. جنبش سبز هم برآمدی از جنبش اصلاحات بود. آقای واحدی وقت زیادی نداریم، من میخوام پاسخ شما رو بشنوم و علاوه بر این بپرسم که آیا فکر میکنید گروه هایی که خارج از ایران، گروه های براندازی که خارج از ایران هستن، آیا میتونن طرحی بدن که بتونه این بنبست رو براش راهی ایجاد بکنه؟ من اولین نکته بگم، چون گفتن که اصلاحات تدریجیه،
اون کسی که به عنوان رهبر اصلاحات مطرح میشد، خود بیانیه اخیرش با پیامی که به کنگره حزب اتحاد ملت ایران داد، اصلاحات و بوسید گذاشت کنار. ایشون میاد میگه آن سوی جمهوری اسلامی یک جباریت تمام عیار و فساد فروپاشی. ایشون میگه جمهوری اسلامی ولا غیر. این من نمیفهمم، یعنی اگر منظورتون صحبت های آقای خاتمیه؟ بله آقای خاتمی، یعنی آقای خاتمی اصلاحات بود، یعنی میگه جمهوری اسلامی ولا غیر. کسی که این حرفو میزنه، یعنی البته او همیشه این رو میگفت، غیر از اینه همیشه همواره در چارچوب جمهوری اسلامی اگرم تغییری میخواست میخواست. آقای خاتمی رو میخوام دفاع کنم، ردش کنم، میگم کسی که اصلاحات تدریجی و اصلاحات به هر حال جواب بدن که اصلاحات اگر در قدرت باشه قدرت داره اصلاح بکنه، یا اگر نباشه، چون فقط 8 سال در قدرت بودن بقیش به اون ربطی نداره. پس ول کنیم به قدرت برسن که اونم تقریبا غیر ممکن شده. اما اینکه گروه های برانداز خارج از کشور میتونن کاری بکنن یا نه، اول ما باید سوال جواب بدیم کسانی که در داخل حکومت هستن طرحی دارن برای اداره کشور، برای اینکه اگه کسی به بنزین به گران اعتراض کرد نکشنش، آیا طرحی دارن برای اینکه من نمیدونم خانم محمدی گن وضع موسیقی وضع فیلم، آیا واقعا امروز وضع موسیقی اینکه ما تولیداتمون بهتر شده شرطی به حکومت نداره، اما آیا آزادی عمل در فضای موسیقی؟ بله ما با صدای موزیک ماشینا متوقف می‌شدن، به خونه‌ها حمله می‌شد. به هر حال ببینید، حالا اما اینکه گروه‌های برانداز خارج از کشور باید برای طرح داده باشن، اما اینکه بیان بلافاصله تا هر کس حرف می‌زنه هوش کنن که تو عامل عربستانی، تو عامل سعودی هستی، تو عامل حسین شهر مدری هستی، این نحوه کار خب طبیعیه. بله اینا اختلاف نظر دارن، اما مگر خود اصلاح طلبا 72 ملت نیستن؟ من نمی‌گم کل نظام جمهوری اسلامی، اصلاح طلبا خودشون 72 ملت هم خب براندازان باشن، ولی به نظر میاد اصلاح براندازان خارج از کشور حداقل در یک موضوع با اکثریت مردم از نظر من هم صدا هستن، و اون که جمهوری اسلامی نشون داده قابل اصلاح نیست، جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ دلسوزی برای مردم نداره. همینقدر که به این واقعیت براندازان پی بردن که اصلاح طلبا نمیخوان تن بدن بهش، اصولگرایان نمیخوان تن بدن بهش، کسانی که در خارج، بعضی از کسانی که به عنوان اپوزیسیون خارج هستن نمیخوان تن بدن، این به نظر من یکی از موفقیت‌های برانداز است که حداقل در این نقطه اشاره دارن که جمهوری اسلامی، حکومت مذهبی در ایران، نه در ایران، در هیچ جای دنیا جواب نمیده. این خودش یک شروعه، چیزی که اونوریا نداره، یعنی اصلاح طلبا به من بگن چه هدف گذاریشون رو بگن و بگن برای رسیدن به اون چه راهی دارن. ما که خارج از قدرت، ما که در داخل قدرت هستن یا حداقل امکان ورود به قدرت رو دارن، اونها میگن ما امکان ورود به قدرت رو نداریم به خاطر اینکه با نظارت استصوابی همین الان اصلا نمیذارن وارد بشن. خیلی خب، پس ببینید من سوال همینه، کسیم از ما طرح میخوان و از اون دفاع میکنن از بودن در حکومت، اصلاح حکومت بهتر اونها، ما که کناریم. اونایی که فکر میکنن که هنوز امکانی وجود داره، کورسی وجود داره، اونها را بگن چه راهی وجود داره. ببینید برید شما کنید، حتی کسانی که هر نوع مجیز نسبت به حکومت گفتن، اولا گفتن اصلا ما مسئول 88 نیستیم، ما اصلا 88 رو قبول نداریم، فراموش کنیم، اونا رو مد صلاحیت میکنن. البته بخشی از این حالا ممکنه برگردن، ولی واقعا من به همین به هر طرف حتی اینا هم باشن تغییر نمیکنه. ولی من پاسخم به کسانی که میگن که ما باید اصلاحات هم بدیم، باید تدریجی باشه، من جوابم نگم. ایشون معتقدن که ما بهتر از 22 سال پیش بالاخره مردم زیاد نداریم. بذارید خانم محمدی، خیلی کوتاه خانم محمدی اگه پاسخی دارید بفرمایید، بعد آقای مدنی رو هم بشنویم. خیر، من همیشه در همون مجموعه میتونم بگم که ما به هر حال حکومتی داشتیم که همین الان هم اگر بخواد قدرتش رو به لحاظ فیزیکی داره، دادگاه تشکیل میداد و بچه‌ها رو در دادگاه به اعدام محکوم میکرد. ولی ما دورانی رو گذروندیم که مردم به نظر من قدرتشون رو به حکومت نشون دادن، با فرستادن نیروهایی که نزدیک به اونها بودن به حکومت، درون حکومت. کسانی در نزدیکی آقای خامنه ای یا در حکومت بودن که حرف مردم رو میزدن حتی اگر نتونستن همه رو اجرا بکنن. این خیلی مهمه که مردم حرفشون رو در حکومت بتونن بزنن. آقای مدنی خیلی کوتاه شما هم بفرمایید. من فقط اشاره دارم به نکته‌ای که خانم محمدی گفتن. خانم محمدی تعریفشون از اصلاحات و پروژه اصلاحات در ایران تعریف خاص خودشونه، ایشون میگن تغییر مناسبات، در حالی که اساساً استراتژی اصلاحات مبتنی بر نوعی رفرمیزمه، یعنی جابجایی آدم‌ها در درون ساختار سیاسی، که من فکر کنم که با استعفای خانم پروانه سلحشوری و استدلالی که ایشون داشتن که اساساً به عنوان یه نیروی مؤثر خوشفکر اصلاح طلب نمیتونن مسائل را حل بکنن، و صرف نظر کردن تعداد زیادی از اصلاح طلبانی که اساسا حتی در انتخاب برای انتخابات آینده هم ثبت نام نکردن، همه اینها نشون میده که
اون روی کرد یعنی اصلاحات به مفهوم اونچه که واقعا موجوده باید. که در پی تغییر مناسبات نیست، بلکه در چارچوب ساختار موجود به دنبال ورود افراد خوبی وارد در درون ساختار موجود، اساسا موضوعا دیگه نمیتونه مسائل ایران رو حل کنه. باید. مسائل ایران ساختاری هست و البته اون جایی که من اشاره کردم به گذار دموکراتیک، به طور مشخص منظورم اصلاح ساختاری غیر خشونت آمیز با پشتوانه جنبش اجتماعی و جامعه مدنی در ایران. به نظر میرسه که شواهد هم نشون میده که این اراده در جامعه مدنی ایران ایجاد شده برای اینکه بره به سمت اینکه تلاش کنه برای اینکه در واقع نظام و ساختار موجود رو وادار کنه که توی یک پروسه اصلاح ساختار قرار بگیره. حالا آینده باید ببینیم که موفقیت این رو نشون میده یا نه. ممنونم از شما آقای مدنی، آقای واحدی و خانم محمدی، متشکرم که در این بحث شرکت کردیم و ممنون از شما که با صفحه دو آخر هفته همراه ما بودید. شب روزتون خوش.